سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشای خراغلاس د صوب زندگی خبرونه ته هیله ده چې تاسو به صحت مند یاست او شپه به در باندې په خیر او خوشحالي سره تیر شوي. زه په دې ډاډه يم چې شپه په تاسو باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي. هغه په دې چې موږ دوه باریا د لو برخه کې ترلاسه کړي دي، یو د فوټبال د ولس کلنو څخه د کم عمره ځوانانو چې مستقیما د هوې بده نور لاړل د 2025م نړیوال جام ته، خو بل هغه دا چې د آسیا د ځوانانو کپ هیواد ته راغی د کرکټ په برخه کې. د دې دواړو مبارکي تاسو ټولو ته وایم. د روغتیا برخه ده دوستان، د روغتیا په برخه کې نن د میدې پر اسید خبرې اترې لرو چې ولې بیرته ریفلکس یا هم بیر تکرارېږي، او کله کله موږ وایو چې خولې ته مې ترخې یا تروې اوبه راغللې یا مې الق ته راغللې، حتی تر دې پورې چې ځینې وخت له همدې څخه ځینې کسان وایي چې د معدې د مرۍ ستونزې راته پیدا شوې او یا مې هم مرۍ زخم شوې ده. د دې باعث هم کیږي او که نه، پر همدې او دې ته ورته نورو مسایلو د بحث دپاره راسره دوستانو د داخله او جنسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب قیس نیکزاد راسره دی. له دوی سره پرې خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب او سهار مو په خیر، ستړي مشئ، ښه راغلاست درته وایم. الکوزی صاحب محترم، صبحت به خیر و صبح تمام عزیزایی که ما را میبینن و مشنون به خیر باشه. د دې دواړو لوبو مبارکي درته وایم. بر شما مبارک، بر تمام ملت مبارک و بر تمام دوستان مبارک. اگر چې ما خودم مسابقه را بند بودم ندیدیم، ولی همی که خبر شمش نیم فکر کو که ما در موجه حضور داشتیم و چک چک کردیم. خیر و سلامات باشی. سر اصل موضوع میم که تو خنده کردی، اول لات خنده را بو خودت میفهمی علی خو خودت هم پریزنتر شدیدی. خو خو درمان چطور است خیر؟ والا خوب است، شکر است، شکر است، الحمدلله. امرای تکبک چطور است؟ والا عادت میکنه دیگه آدم. انسان یکی از خصوصیات موجودات همی تطابق است. عادت میکنه آدم. تطابق انسان از تاست و تر مثال اگر از آسمان گاه سنگ هم ببارد تطابق میکنه. این خود تاک بک از آدم میشه نگه مم دمی تاک بک خانده کنه خیر بگه بالا دانش این صداش چیخش ده اینجا ده. خیر سلامات بهم، چرا ریفلکس پیدا میکنیم؟ دوست محترم، ما اصلا یک چیز داریم به نام انتی ریفلکس باریر، یا یک مانعیه که سبب میشه که اینمی محتوای اسیدی میده بالا نبیایه. درست؟ فاکتورهای مختلف در ایزی دخل است که وقتی که بتر مثال لغمه نان میخوری، این وقتی که یک دفعه از اینمی معصره یا واشلکه که میری را به میده وصل میکنه تیر شد، دیگه نمیمانش که بالا بیایه. بله. دوست گرامی، یک فرد امکان داره که در یک هفته بازگشت محتوای معده را به بالا تجربه کنه. این در جمله مرض حساب نمیشه. ولی هرگاهی که این اتفاق به دفعات بیشتر از 3 مرتبه در هفته واقع شوه، بازی را به نام گرد میگن. یعنی ریفلاکس که در جمله مرض حساب میشه. یعنی تشخیص از این مرض وقت پیش یک فرد گذاشته میشه که حداقل در یک هفته 3 مرتبه چنین امر را تجربه بکنه. 4 فاکتور در ایزی دخل است که سبب میشه که محتوای اسیدی میده بیای بالا. و فرد به تر مثال دلجوشی و عرق ترش کردن هم ساله هم اعراض بعدا بر شهاره میکنیم تجربه بکنن. نمبر اول، امی گیرنده یا قیتکی که در قسمت پایانی میری است، این شلی پیدا میکنه. این مسرز باید تو مکم باشه، این شل میشه. فاکتورهای مختلف دیزی داخل است، از موضوع بتر مثال دواها شروع تا بتر مثال گرفتن سگرت تا بتر مثال گرفتن الکل تا مثلا نوشیدن قهوه و امثال هم. دوم، امی قسمت پایانی میری را دو دانه قبه عضلی جا باجز انتو ماکم گرفته. در اینجا انتی را ماکم گرفته که اعلانت خوده. گاه اوقات این همی شل میشه و مریض چوره دان میده پیدا میکنه. یعنی میده باید زیر جا باجز باشه، این دان میده از جا باجز بالا میره و در سر از او فرد به طرف سالم کان داره که حالت را تجربه بکنه. این شد دو. سوم، گاهی اوقات فشار در داخل میده زیاد میشه. بخو 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 میبینی که این قدر غذا را گرفتیم، این غذا خود طبیعی است، یک زمان نیاز داره که به طرف سال از میده بره به طرف روده کوچک. وقتی که فشار در داخل میده یک فرد زیاد شد، او سوک رفته نتانست، مجبور که پس بالا ریفلاکس بکنه. درست؟ و در پلی از او گاه اوقات بدون از این مسائل بعضی از فاکتور هاست که سبب میشه که میزان اسیدیتی در میده یک فرد زیاد باشه. مثلا کسایی هست یک حالت دارن به نام زس، مرضی هست که میده از حالت نرمال بیشتر تیزاب تولید میکنه.
قهوه اگه بگیریم، الکل اگه بگیریم، نوشابه‌ای به طور مثال گازدار بگیریم، چیزایی که ترکیب کافئین داره اگه بگیریم، این اسید معده ما را تولیدش زیاد میکنه. وقتی که زیاد شد در نتیجه از اینمی اونم مانعی که سبب میشه که مواد بالا نبه او مشکنه بر هم میخوره و در سر از او محتوای اسیدی بالا میاد و در سر از امکان داره که شکایت مختلف تجربه بکنیم. امی چیزا چی باعث میشه بدون از اینکه پرخوری باشه دیگه چی باعث میشه که فاکتور خطر میتونه دای دوست عزیزم چاقی باشه، حمل باشه، سری گرفتن غذا است، تست خوردن. بله بله. و در پالی از او به طرم سال بین خوردن نان و استراحت کردن مراعت نکردن فاصله است، کلگی میخوره خواه میکنه. بله. در پالی از او مثلا گرفتن بیش از حد غذا و نوشیدنی های است که در ترکیب خود کافئین داره، نان داغ داغ خوردن است، وزن برداری های بسیار ثقیل است و در ضمن از او امکان داره این مشکلات بعض اوقات در سیر به ترم سال ساید افکت یا عوارض جانبی بعض دواهای ایجاد شد. یک بار دوبار مشکل نداره یا اگر تکرار باشه، اگر یک فرد این حالات این عرازه که میگم شکایتی که میگم اگر بیشتر از 3 مرتبه در هفته تجربه میکنم بازو در جمله مرض حساب نشانه هایش هم باز چیست؟ اگر نشانه ها دوست عزیز در رفلاکس میدیمیایی به تو کاتگوری تصنیف بندی میشه، یک تظاهراتی که مربوط خود جهاز عظم است، دوم تظاهراتی که مربوط خارج جهاز عظم است. تظاهراتی که مربوط خود جهاز عظم است ما به طور مثال دلجوشی می داشته باشیم، عرق ترش کردن می داشته باشیم، درد در قسمت قفس سینه خود می داشته باشیم، امکان داره که به طور مثال ناشی از بالا آمدن اسید معده بوی دان داشته باشیم، واتر برش یا سوپ از خاک می خوریم مزه دان ما به طور مثال شور و ترش می باشه. در عین حال امکان داره محتوای به طور مثال معده بدون فشار بالا بره و میگم نان به طور مثال که خوردیم ده دان می آید. این تظاهرات است که مربوط خود جهاز عظم است. مریض ها بعضی دریافت های کلینیکی را خارج از جهاز عظم می داشته باشند، مثلا مریض سلفه شبانه پیدا می کند، مثلا مریض بار بار گلون درد می شه، مثلا به طرم سال در پشت گلون مریض خلط یا بلغم جمع می شه، مثلا بار بار مریض به طرم سال بلهومش التهابی می شه، مریض مثلا دردای قفس سینه پیدا می کند، مریض مشکلات در خواب پیدا می کند، بار بار سینه و بغل می شه، و اگر به طرم سال حساسیت را که به نام اسما می گن او را داشته باشه اعراض ازیر شدید می کند. مریض ببینی که به طرم سال سلفه داره، خشش سینه داره، خوب دوا به خاطر مشکل تنفسی خود میگیره ولی هنوز هم به طرم سال قناعت حاصل نشده. در این مورد باید آدم در مورد موجودیت مرض گرد یا بالا آمدن اسید معده یک توجه باید داشته باشه. بله. این بالا آمدن اسید یا تیزاب معده هر چیز که بگویم باشن باعث زخم مری میشه؟ بله بله دوست گرامی، اگر مثلا بالا آمدن طویل مدت اسید در نزد افراد مورد مدیریت درست قرار نگیره بدون شک به طرم سال مترافق با کامپلیکیشنز یا اختلاطات میباشه. اختلاط چی است؟ اولی اسید که بالا آمد طبیعی است که به طرم سال غشای مخاطی میری را آسیب میزنه. وقتی که آسیب زد امکان داره فرد ناشی از این مشکل ازوفاجیت پیدا کنه، یعنی التهابی شدن میری پیدا کنه. بله. خراشیدگی و شوریدگی در میری از این فرد ایجاد شود. وقتی که به طرم سال التهاب ایجاد شد امی حجرات اپیتل که در میری است شکلش تغییر میخوره به حجرات اپیتل که در روده است. امکان داره بعض اوقات افراد اشخاص نازی از التهاب متکرر میریشان تنگ شود، نانه که میخوره ایجی ببینی یا درد کده تیر میشه که به طرم سال با بندش تیر میشه. در ضمن از گاهی اوقات افراد اشخاص امکان داره بره به طرف حالت را که به نام باریت ازوفاگوس میگن که یک حالت ما قبل سرطان است. اگر تداوی نشه و بار 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 بالا آمدن محتوا یا اسیدی به طور مثال میلی یک فرد را تخریش بکنه، این خطر آدینو کارسینوماها یا سرطان های میری را بلند میبره. و در عین حال اگر به طور مثال این محتوا بار بار بالا بیه بار بار بالا بیه پیش افراد اشخاص خطر اسپایریشن موجود میباشه. مثلا در خواب هستی محتوا اسیدی میدید بالا آمد یه وقت که پسی در میری پایان شد مدره به طور مثال در تکانکرتک یک نفر در به طور مثال تراخیا میره از شزن میره در ششا مریض اسپایریشن میتونه امکان داره که فرد تلف بکنه. پس اگر گرد یا بالا آمدن محتوای اسیدی میده تداوی نشه امکان داره تضایق ایجاد کنه، میری التهابی بکنه، خراشیدگی در میری ایجاد بکنه، راه میری تنگ بسازه. در این حال خطر به طور مثال ایجاد سرطان و خطر تحسس مشکلات تنفسی عادی و تهدید کننده حیات را بلند ببره. چی کار کنیم که به این مرض مبتلا نشیم؟ بین خوردن نان و استراحت خود در مرحله ابتدایی باید 3 ساعت فاصله را مراعات کنیم، به طرف چپ خواب کنیم. خوابیدن به طرف راست و به طرف مثال به تخته به پشت این مشکل ده. را بیشتر میست به طرف چپ بخوابیم، غذا را تیز تیز نخوریم، غذا را داغ دار نخوریم، بین خوردن نان و استراحت خود گفتم 3 ساعت فاصله را مراعات کنیم. در ضمن از او کم کم نان بخوریم چند دفعه. غذایی که به طرف مثال اسیدیتی معده را زیاد میسازد نوشابه گازدار، نوشابه به طرف مثال انرژی، استفاده کردن سیگارت، نوشیدن الکل. در ضمن از او به طرف مثال گرفتن بنجان رومی، مثلا لیمو، نارنج، اینایی که مثلا محتوای اسیدیش بیشتر از سیر باید یک ذره کج خود فاصله بدیم. و در پالی از او به دفعه
ساعت متعدد نان گرفته شده و سه وقت فرد باید 6 و 7 وقت نان بخوره کم کم. در ضمن از اون مثلا بالش باید یک 6 اینچ بلند گذاشته شوه. گاهی اوقات مثلا مریض یک دونه تبلت کادی که به نامش دوبلاکر میگن، اگه میفهمه که نی غذا دلجوش میکنه یک 30 دقیقه پیش از این استعمال میکنه. این در مراحل خفیف است. گاهی و اگه چاق هستیم خدا لاغر کنیم. در ضمن از این ورزشی که این رقم افراد زور میزنه، امکان داره مثلا امول شلی لاشتک دانه میداره دگان بیشتر بسازه، این کارا رو باید نکنیم. اعراض خفیف نمیم امکان داره کنترل بکنه، در صورتی که فرد با این قناعت حاصل نمیشه با دوا داده میشه و دکتر صاحبه متخصص مراجعه میکنن. در کل دوا هدفش است که میزان بهتر مثال اسید و بازگشت اسید در بهتر مثال میری کمتر بسازه. اگر مثلا فرد با این حالت مقاوم میشه مقدار دوایش زیادتر میشه و اگر بازم بهتر مثال قناعت یک فرد حاصل نشد، باز اوقات مثلا امکان میشه به خاطر از این یک سلسله جرایر که به نام نیسان فاوند اپلیکیشن میگن اجرا شوه، کمی به غلای میره میده را بالا میارن و بهتر مثال یک واشل ساخته شده بر از این دان میده میسازن تا یکی واشل خود ماکم بسازه و محتوای اسیدی میده به بالا بازگشت نکنه. ولی عملیات فاند اپلیکیشن اگر مزر عملیات مغلق است، اگر افراد به اصلاح سبک زندگی و گرفتن دوا اعراضشان کنترل باشه، امکان داره که مثلا به اون مرحله هیت نرسه. بله دکتر، بسیاری اشخاصی است که خودت از غذا یادآور شده که یک عمده علتش همین چیز است. بله. غذا خوردن در افغانستان بخی مرواج از ساعت 9 بجه و 10 بجه نان میخوره، بعد از اون دیگه قرار خواب میکنه. 9 بجه 10 چی باعث میشه؟ 9 بجه 10 بجه شب البته نان میخوره. قضیه دیگه است که میگم مثلا خود آدم به خود که آش نمیتونه بریده به دیگه چی سیمیان ببره. یعنی خودت هم در این لیست هستی. مثلا شما خودتون میفهمید آدم چی خود مثلا خود ستایی بکنه. شما مثلا میفهمید که من 8 بجه از برنامه لای فارغ میشم نه؟ بله. تا که خانه میرسم که یک دستوری یا پای ساعت 9 بجه شب میشه. تازه نه خودت کو نو یعنی بعض اوقات انت جنجال، ولی اگر من میرم میکنم غلط میکنم اشتباه میکنم. بله. مثلا میرم یک نان مانو مجبور است که فامیل بخوری و گشنام میباشم به خاطر من روز بند میباشم غذا سه استعمال نمیشه. بعد از او یک خستگی به اندازه است که مثلا یک دراز خدا کشید نیم ساعت بعد ببینه که خواب هستی، ولی من میفهمم که مثلا نمی حالت من اگر تداوم پیدا بکنم سبب ده ها جنجال برام میشه. غلط است. اگر من بهتر مثال اشتباه رو من میکنم یا هر کس دیگه میکنه، اشتباه اشتباه است. یعنی تو نیست که ما خود از این موضوع براحت بدیم که نه من سبک زندگی درست دارم. بله بله. این یک اشتباه معمول است که در تمام جایا به طور مثال مراعات نمیشه، ولی حالا من خوشکر مشکل ندارم. اگر من رفلاکس داشته باشم این عادت قطعا غلط است، وزن آدم هم زیاد میکنه و در پلی از او مشکلات سوی هاضمه به انسان ایجاد میکنه، کیفیت خواب را بر هم میزنه، رویه های آشفته را در خواب سبب میشه و در عین حال کسایی که به طور مثال رفلاکس داشته باشه اعراض از یارا تجدید میکنه و سکل خوابی گپاویش و از طرف شو بر هم میزنه. پس خوبه می است که اگر یک فرد بتونه بعد از مثلا 6 7 بجه شام غذا نگیره، یک به طرف سال اگه میگیره بسیار چیزکای مثلا تیز هضم و باریک مثل میوه بیگا پاویا استعمال میشه مشکل نیست، ولی اگه مثلا غذای ثقیل که یک نفر ببینه که پیزا را مثلا شب استعمال میکنه یا آشک و منتو خمیر باب و بیا در دستر از یک نوشابه گازدار و در ضمن از اون باز چای کتی چای یک چاکلیت گازات یا که کلش کافئین بیگا پاویا داره، این طبیعی است که مثلا در ایجاد اعراض سوی هاضمه نقش منفی امکان داره که در نزد افراد داشته باشه و از این امر باید خودداری به عمل بیاره. بله زمان بارداری را هم پیشتر یاد آور شد. بله بله. امروز افتاد از کدام صبح را آمده که امروز با ما قواخ داده. در زمان بارداری اگه برم بگوین که آیا ای دائمی میمونه یا ضرر زیاد است؟ بله در جریان بارداری الکوزای سب عزیز مشکل در سر ازی است که فشار در داخل میده بلند میره یک موضوع، یک سلا بهتر مثال تغییرات هورمونی در جریان حمل ایجاد میشه ایش دو، سوم بهتر مثال به مجرد که اندازه جنین در داخل رحم خود بزرگ کده میره، این بهتر مثال رحم که در داخل حوصله کلان شد بدون سک سر ساختمان های بهتر مثال شکم فشار میره، میده اگر سابق نقدر بهتر مثال خود متوسط ساخته میتونست آل نقدر متوسط میشه. پس محتوای اسیدی بازگشت در جریان عمل یک حسب معمولی است که در نزد اکثر خانم های حامله ایجاد میشه، خصوصا افراد اشخاصی که از قبل چاق باشن، یکی به طرز مثال طفلای دوگانگی داشته باشن، یکی به طرز مثال وزن طفل بسیار زیاد باشه، یکی مثلا قبل از حمل گرفتن مشکلات جهاز هاضمه داشتن. راه حلش همون فاکتورایی که پیشتر گفتم اونم وار افراد اشخاص باید مراعات داشته باشن و در عین حال تا حد ممکن در جریان حمل کوشش میشه که به اهتمامات غیر دوایی اتکا صورت بگیره. چرا گرفتن یک پاراستامول در جریان حمل اگر گرفتن نشه خوب است و اگر واسه چاره نشود دیگه مجبور که بعض دواهایی که از نگاه به طرز مثال کاتگوری بندی در کاتگوری نسبتاً مسئول هست دوا به طرز مثال برای خانم داده شد تا اینکه اعراضش و شکایتاش کنترل شود. بسیار زود تشکر دکتر سه. خیلی بخیر سلام. ممنون الکوزای سه. تشکر سلامت. شما و از بیننده که ما را تقدیم کننده و بیننده بودن.
دوستان له تاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وی او تر دادم را سره خبرونه په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوی. زو لنډې دمې ته له دمې وروسته ستاسې غږ برخه مه هېروئ.